گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با مهمانی ارجمند و مقدمه کوتاه از این لحظه آغاز میکنم. قبل از هر چیز مطابق معمول کاری که انجام میدم، یک نشریه خوب فارسی رو میخواستم حضورتون معرفی بکنم و بارها گفتم که حمایت از نشریات فارسی چه در داخل چه در خارج، نشریات خیلی خوب داریم در ایران، یکی از وظایف همه ماست. خریدن کتاب، مطالعه کتاب، نشریات فارسی. این نشریه، نشریه بررسی کتاب هست که آقای روشنگر، مجید روشنگر، سالها هست که با زحمت زیاد و به هر حال مشکلات عدیده مالی و فنی و غیره این رو منتشر میکنند. نشریه بررسی کتاب این هفته، این بار در این شماره 74 دوره جدیدش که سال 23 خودش رو پشت سر میگذاره، سال 23 انتشار خودش رو، حاوی مقالات بسیار بسیار خوب و خواندنی هست برای علاقمندان هنر و ادبیات. خب عرض کنم حضورتون که تحولاتی که داره در آسمان سیاست ایران پدیدار میشه و این چند روزه ما شاهدش بودیم، از جمله صحبت‌های آقای خامنه‌ای، نرمش متحورانه یا قهرمانانه، عرض کنم حضورتون که صحبت با سپاهیان سپاه و کسانی که سالیان سال هست همه ارکان مملکت رو در اختیار دارند، صحبت‌های آقای روحانی و اینکه در یک مصاحبه تلویزیونی ایشون عنوان کردن که با اختیار تام دارن میان به شورای امنیت و اونجا سخنرانی می‌کنند و همچنین در مورد مسائل اتمی و آزادی زندانیانی از گروه زندانیان سیاسی که تعدادشون خیلی زیاد هست ولی فعلا حدود 13 نفر اونها، در رأس اونها خانم ستوده که واقعا تبریکی داریم برای مردم خودمون و برای این بانوی متحور، واقعا آرزوی بهترین ها رو من میکنم به نوبه خودم به عنوان یک فرد کوچک جامعه ایرانی. عرض کنم حضورتون که برنامه امروز رو اختصاص دادم به گفتگو با سرکار خانم فرزانه ثابتان. خانم فرزانه ثابتان در رشته روانشناسی صنعتی از دانشگاه فرح پهلوی که دانشگاه حالا شده از زهرا گرفتن، در واقع مدرک لیسانس خودشون رو، و بعد از اون برای ادامه تحصیل در رشته مشاور کلینیکی در دانشگاه ایالتی هیوارد به امریکا سفر کردن. پس از مراجعت به ایران در ابتدای انقلاب اسلامی تحصیلات خودشون رو در رشته روانشناسی تربیتی در سطح فوق لیسانس در دانشگاه تهران ادامه دادند. پس از خروج از ایران در سال 1995 میلادی در انگلیس اقامت کردند و در اونجا موفق به اخذ درجه فوق لیسانس شدند. ببخشید، در اون رشته روانشناسی دو تا فوق لیسانس فعلا می‌بینیم تو کارشون، و بعد از دانشگاه نیوپورت هم مدرکی گرفتن و در حال حاضر به عنوان مشاور تحقیقات روانشناسی مشغول به کارن با زمینه مطالعه ای رو که ایشون در زمینه فلسفه و روانشناسی دارن. خدماتشون در سالهای اقامت در ایران متمرکز بوده به، عرض کنم، پایه‌گذاری دپارتمنت یا دپارتمان روانشناسی در مؤسسه عالی BIHE که توضیح خواهند داد. و من بیشتر ترجیح میدم که از زبان خودشون فعالیتایی رو که در طول دوران اقامتشون، یعنی مهاجرتشون از
ایران انجام دادن و در داخل ایران کارهایی رو که انجام دادن و اقداماتی رو که با عده ای از هموطنان بهایی ما پیگیری کردن واقعا بی نظیر. دانشگاهی رو که درست کرده بودن برای جویندگان علم، کسانی که محروم بودن طبق قوانین نابخردانه جمهوری اسلامی، و اونجا فعالیت هایی رو در زمینه آموزش جوانان انجام دادن که سلام میکنم خدمتشون و ترجیح میدم از زبان خودشون این فعالیت ها رو بشنویم. خانم ثابتان سلام میکنم خدمت. من هم خدمت شما جناب حجازی عزیز و تمام دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا و بینندگان عزیز درود میفرستم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو با بینندگان عزیزمون داشته باشیم. خیلی متشکرم خانم ثابتان. شما اونطوری که از این بیوگرافیتون برمیاد 18 سال در ایران اقامت داشتید و اونجا فعالیت میکردید و الان مدت 8 سال و بعد 10 سال هم در انگلیس بودید و الان 8 سال هم هست که در ایالات متحده امریکا. من قبل از هر چیزی میخوام راجع به فعالیت هایی که در ایران به دنبال این محدودیت ها و موانعی که جمهوری اسلامی گذاشته بود روی کار حتی آموزشی جوانان بهایی توضیحاتی بدیم برای بینندگان ما. بله، به من اجازه بدید مقدمه خدمتتون عرض بکنم در این توضیحی که شما میخواین خدمتتون بدم. راستش من جامعه بهایی رو اساسا به عنوان یه سیستم میبینم. بله. و وقتی که یک محرکی از محیط بهش وارد بشه، حالا چه این محرک مثبت باشه، سازنده باشه، چه مخرب باشه، مثل هر سیستم طبیعی دیگه این جامعه شروع میکنه که روابط بین اجزایش رو تغییر بده و گاهی وقتا حتی این محرک های محیطی منجر به رشد جامعه میشن. چرا؟ چون این محرک ها باعث میشن که انسجام و روابط محکمتری بین اعضای سیستم ایجاد بشه، روابط پیچیده تر بشن، کامل تر بشن، که در اصطلاح به این میگن رشد. بنده اوائل انقلاب، درست چون دوران انقلاب ایران نبودم، در اینجا در امریکا مشغول به تحصیل بودم و اوائل انقلاب تصمیم گرفتم که به ایران برگردم و خب همه دوستان میدونن که با اون مسائل بیکاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ابتدای انقلاب مواجه بودیم. همه ما باهائیان به مراتب بیشتر به دلیل اینکه در همون سالهای اول انقلاب باهائی‌ها رو از محل کارشون اخراج کردن، بازنشسته‌ها حقوقاشون قطع شد، اجازه استخدام‌های دولتی نداشتن، شرکت‌های خصوصی خب اصلا فعال نبودن زیاد، به هر حال همه این مشکلات رو میدونن که من خیلی نمیخوام این رو تکرار بکنم. خب من هم یکی از این اعضای جامعه باهایی بودم که اونجا وارد شدم، ولی کم 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 من از نظر کاری جذب شرکت‌های خصوصی شدم به دلیل اینکه رشته لیسانسم مدیر روانشناسی صنعتی بود، طبعا بی ارتباط نبود با شرکت‌های بازرگانی، ولی از جهت فعالیتی که خودم در رشته روانشناسی داشتم و چیزی که همیشه واقعا بهش علاقه من بودم، درس خوندن و درس دادن، هنوز هم کار مورد علاقه من بیش از هر چیز دیگه درس دادن هست. به همین دلیل این مصادف شد با اون موقعیتی که جوانان بهائی رو از ادامه تحصیلات عالیه به خصوص، البته در دبستان ها دبیرستان ها هم اخراج می کردن اون سال ها و اجازه تحصیل نمی دادن، ما مشکلات زیادی داشتیم، بودن بچه های در دبستان ها و دبیرستان ها که مجبور بودن تو خونه درس بخونن و برن متفرقه امتحان بدن، ولی تأکید و تمرکز بیشتر اخراج ها و محرومیت از تحصیل در سطح دانشگاه بود. بله، حقیقتش من دوران انقلاب در ایران نبودم، یعنی درست قبل از این که اون تظاهرات و اعتصابات دوران انقلاب خیلی شدید بشه من برای ادامه تحصیل از ایران خارج شدم و بعد از این که انقلاب ایران در واقع پیروز شد و حکومت ایران عوض شد، مدتی بعدش من برای به ایران برگشتم و همون موقع بود که تقاضای امتحان ورود به دانشگاه برای دوره فوق لیسانس رو دادم، یعنی درست سالهای اول انقلاب. ولی
با توجه به مشکلاتی که در سالهای اول انقلاب همه ایرانیان که سن سالشون مثل من باشه یادشون میاد، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، همه اینها با هم دست به دست هم داده بود و خب شرایط زندگی رو از جمله شرایط تحصیلی رو مشکل تر میکرد، اما این فشارها روی جامعه باهایی بیشتر از سطوح دیگه و طبقات دیگه بود و هر چقدر سیستم اداره گردانندگی جامعه ایران قوی تر می شد، فشارها هم روی جامعه باهایی بیشتر می شد. من خاطرم هست اوائل انقلاب خب مسئله بیکاری برای همه بود، برای باهایی ها بیشتر بود، برای اینکه باهایی ها رو به ادارات دولتی راه نمی دادن. شرکت های خصوصی خیلی فعال نبودن به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ابتدای انقلاب و مسئله تحصیلات در جامعه باهایی به خصوص اون موقع اوائل انقلاب در سطح دبستان و دبیرستان ها هم بچه ها رو اخراج میکردن. مواردی بود که مجبور بودن جوانا و کودکان باهایی در منزل درس بخونن، احیانا برن متفرقه درس بدن، امتحان بدن و ادامه بدن تحصیلشون رو. و این بعد از به اصطلاح اون بازگشایی دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی دیگه کاملا و رسما دانشجوهای باهایی از ادامه تحصیل ممنوع شدن و اونهایی هم که اونجا تحصیل میکردن اخراج شدن، من جمله خود بنده که تزم فقط مونده بود بنویسم دیگه اجازه ندادن که من ادامه تحصیل بدم و رسما حکم اخراجی که دست ما دادن به دلیل وابستگی به قول خودشون فرقه ضاله باهایی بود. خب همونطور که عرض کردم در واقع جامعه، من مقدمتا با خدمتتون عرض کنم، به شکل یک سیستم عمل میکنه. جامعه باهایی یک سیستم طبیعی که با هر نوع محرک محیطی که برش وارد بشه، چه محرک سازنده چه محرک مخرب، من تاکید بیشتر میکنم رو محرکایی که قصدشون پراکندگی و از بین بردن سیستم جامعه باهایی هست، طبیعتاً مثل سیستم های طبیعی عمل میکنه و روابطش محکمتر میشه، روابط تغییر میکنه و در بسیاری از موارد این منجر به رشد جامعه میشه. و این در مورد جامعه باهایی هم اتفاق افتاد، یعنی با تعطیل شدن در واقع با اخراج دانشجوهای باهایی و عدم اجازه ادامه تحصیل به جوانان باهایی در سطوح عالیه، خب جوانان جامعه باهایی یکی از اقداماتی که کردن این بود که یک دانشگاه که حالا نمیتونیم بگیم همون مؤسسه عالی رو از اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده بودن، یعنی اجازه نداشتن تدریس بکنن به دلیل باهایی بودن، و از جوانایی که از ادامه تحصیل محروم بودن این مؤسسه رو تشکیل بدن. این مؤسسه در ابتدا به شکل مکاتبه‌ای بود و بنده یکی از کسانی بودم که افتخار همکاری با این مؤسسه رو از همون ابتدا پیدا کردم. و این مؤسسه به عنوان یک به اصطلاح سیستم دفاعی که جامعه در مقابل فشارها و محرومیت‌های اجتماعی داشت شروع کرد رشد کردن و یک رشد بسیار بسیار ارگانیک داشت. یکی از علتاش هم این بود که ساختار اجتماعی و پایه‌های اجتماعی این اجازه رو به این مؤسسه داد. همونطور که عرض کردم اساتیدی بودن که به خاطر پول درس نمی‌دادن، اخراج شده بودن از دانشگاه، از تدریس محروم شده بودن و جوانانی که هم که به خاطر نمره درس نمیخوندن، برای اینکه هیچ مدرک رسمی و قانونی که بتونه به اونها اجازه بده کاری جایی پیدا بکنن داده نمیشد و مواردی که بود برای خود مؤسسه باهایی بود که بدونن هر جوانی چقدر درس خونده، در چه سطحی خونده، چقدر موفقیت تحصیلی داشته و چقدر نداشته. و بنده از ابتدا اصلا اون مؤسسه علمی شکل رشته نداشت، شکل دپارتمان نداشت، هیچ کدوم اینا نبود. به این دلیل هست که عرض میکنم ارگانیکلی رشد کرد. منظورم از ارگانیکلی یعنی این هست که همه ابعادش به شکل متوازن و هماهنگ و همگون با هم رشد کردن. و خب در طی اون سالهایی که بنده افتخار همکاری با این مؤسسه رو داشتم، کم کم رشته روانشناسی پا گرفت، دپارتمان روانشناسی پا گرفت و ما تونستیم دانشجویان زیادی رو در این دپارتمان
تغذیه بکنیم و فارغ التحصیل بشن که خیلی از اونا با همون مدرکی که ظاهراً رسمی نبود به خارج از ایران اومدن و به لحاظ اینکه از نظر علمی اون قنای لازم رو داشتن دانشگاه ها قبولشون کردن و فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن و ما میبینیم در کشورهای خارجی مشغول به تحصیل هستن. خیلی متشکرم. به خواهش میکنم. سردار خانم ثابتان، ممکنه اسم تعدادی از کسانی رو که باتون همکاری میکردن در واقع پایه‌گذاری و عملکرد این مؤسسه آموزش عالی باتون همکاری میکردن ببرید؟ من از دوستان خود من، از همکلاسی های سابق خود من در دانشگاه پهلوی سابق و دانشگاه شیراز فعلی، دوستان زیادی بودن که میدونم یا شرکت داشتن یا اینکه به طور حاشیه‌ای فعالیت میکردند و کمک میکردند. از جمله این دوستان باید حتما نام دوست خوب خودم رو، آقای ضیا میثاقی رو اینجا نام ببرم که ازش تشکر هم میکنم به خاطر اینکه ترتیب این گفتگو رو با جناب عالی فراهم آورد. تمنا میکنم. البته من هم واقعا متشکرم از جناب ضیا میثاقی که این امکان رو به بنده دادن در خدمت شما باشم. فقط یک مورد جناب حجازی، اگر اجازه بدید من نام دوستانی رو ببرم که خارج از ایران هستن. برای اینکه متاسفانه تا اونجایی که در جریان هستید و در رسانه ها به عبارت دیگه خانم ثابتان، الان فعالیت دوستان بهایی در ایران ادامه داره در این زمینه؟ بله، خیلی خیلی از کلاس ها به شکل آنلاین در اومده، ولی این چیزی نیست که ببینید تحصیل در جامعه بهایی، در آیین بهایی جایگاه بسیار بسیار مهمی داره. بله. و در آیین بهایی یکی از تعالیم عمده این هست که علم و دین مثل دوتا بال هستن برای یه پرنده، هر کدوم از اینا که کار نکنه اون پرنده نمیتونه پرواز بکنه. و همین دلیل نفس مثل نفس کشیدنه. اگر یک فردی رو از تحصیل و دانش و علم، منظورم مدرک نیست ولی از دانستن، محروم بکنن، اون به هر حال خیلی از ابعاد وجودیش عقیم میمونه. و همین دلیل نه، هنوز هم ادامه میدن، منتها خب خیلی محدودتره و تحت فشارهای زیاده، تحت شرایط خاصیست که هر چند وقت یه بار، شما حتما میدونید بسیاری از گردانندگان این مؤسسه علمی الان در زندان هستن، اساتیدشون الان در زندان هستن در رشته های مختلف، اساتیدی که دانشجوهای خود ما بودن. مثلا من از جمله عزیزانی که الان در زندان هستن میتونم نامشون رو ببرم، از دانشجویان بسیار برجسته ما بودن، آقای کامران رحیمیان بودن، آقای کیوان رحیمیان بودن، دو برادر هستن، خانم فاران حسامی بودن، و از همکارانی که الان در زندان هستن و کاملا مشخص هست اسامیشون به چه دلیل، از این اساتید مثلا آقای مهندس بادوان بودن، خود آقای کامران رحیمیان بعدها به استاد تبدیل شدن، درس میدادن. و در خارج از ایران هم خب کسان زیادی هستن که همکاری میکنن. جناب میثاقی که شما از همکلاسی های خودتون بودن، سرکار خانم دکتر برجیس بودن، از کسانی که اینجا هم با ما در مؤسسه فعالیت میکردن، آقای رضوان توکلی بودن و بسیاری از عزیزان دیگه که حالا یا در ایران هستن یا خارج از ایران هستن. بعضی هاشون آقای شاهرخ ایمانی بودن، ایشون در اثر تصادف فوت شدن، آقای ولی الله فخر توسکی بودن، از بنیانگذاران قوی ایشون فوت شدن. و به هر حال افرادی بودن که همه به اشکال مختلف فعالیت میکردن. آقای دکتر خداداده بودن که ایشون اصلا دپارتمان شیمی رو بنیانگذاری کردن، ایشون هم فوت شدن متاسفانه. من خیلی متاسفم که باید خیلی با احتیاط این اسامی رو نام ببرم، برای اینکه بارها و بارها به این مؤسسه از حمله شد، از ابزارشون، از امکاناتشون رو به هم ریختن، در حالی که ما امکانات خاصی هم نداشتیم. خیلی از کلاس ها در منازل خصوصی تشکیل می شد، ولی به هر حال هر اون چی که بود مورد صدمه بود. توجیه این حملات و این فشارها چی بود؟ چه توجیهی رو داشتن؟ هیچ دلیل و برهانی برای این کار بود یا
همینطور والا ببینید، دلیلی که رسما میدن معمولا به باهایی ها به طور کلی در هر بعدی که باهایی ها فعال هستن، اقدام علیه امنیت کشور، جاسوسی برای صهیونیسم و امریکا و خلاصه هر کشوری که دم دست باشه، ما مثل اینکه از هر جهت داریم جاسوسی میکنیم. ولی من ندیدم تا به حال جاسوسی به صراحت خودش بیاد بگه که من باهایی هستم و اگه میخواید منو به عنوان جاسوس بگیرید بگیرید. به هر حال اون چی که به نظر میاد در پس این پرده هست و سیاست ها و روش جامعه در واقع حکومت ایران نسبت به باهایی ها نشون داده این بوده که میخواسته جامعه باهایی از هر جهت محروم و محدود باشه، از نظر اقتصادی اجازه کار ندن، از نظر تحصیلی اجازه تحصیل ندن، از نظر فعالیت‌های اجتماعی حتی الامکان ارتباطات محدود بشه، باهایی ها ایزوله بشن، دور افتاده بشن و کسی باهاشون در ارتباط نباشه. این رو هم با فشارهایی که به جامعه باهایی آوردن، هم به فشارهایی که دوباره قطع شدیم. از اینجایی باید ادامه بدین که با فشارهایی که این حالا باید نمیدونم این چرا اینطور میشه. هیچی نداره اصلا، به حتی الان به صدا برق آمد وصل دوباره، نیست کامپیوتر من. ایراد مثل این که از خود ماست. بله، فشارها رو میگفتیم. با توجه به فشارهای از هر جهت به جامعه باهایی فشار وارد می آوردن که محدود باشه و محروم باشه، برای اینکه به هیچ وجه رشد جامعه باهایی برای گردانندگان حکومت ایران پذیرفته شده نیست. همونطور که عرض کردم، از تحصیلات ابتدایی حتی بچه ها رو تا اونجایی که میشد محروم میکردن، تا قطع حقوق بازنشسته ها و خیلی از موارد دیگه، محرومیت از ارث، ابتدا که اصلا اجازه خروج نمیدادن. یعنی خود بنده 17 سال در ایران بودم و اجازه خروج نداشتم، پاسپورت نمیدادن به باهایی ها و بعد به سختی دادن. منظور من این هست که به نظر میاد که رشد جامعه باهایی و اصلا حضور جامعه باهایی در ایران مخل خیلی چیز هاست. حالا مخل چی هست؟ این رو شاید باید دارید از استدلال کسانی که اونها این رو فشارها رو میگی. وارد میارن بپرسید. شما استدلال اونها رو دارید مطرح میکنید به اصطلاح. استدلال که چه بله، ارز کنم اینطور که شما، ولی از نظر جامعه باهایی، جامعه باهایی جامعه زنده است. بله. نمیتونیم جلوشو بگیریم. همونطور که عرض کردم، یک سیستم طبیعی یه سیستم زنده است، مثل یه گیاه که تا مادامی که زنده است رشد داره، حرکت داره، میخواد ثمر بده، میخواد میوه بده و با محیط اطرافش ارتباط برقرار بکنه. و این پذیرفته شده نیست ظاهرا، دائما به اشکال مختلف شما همین حرکت اخیر رو میبینید که آقای عطاالله رضوانی رو به چه شکلی به از قتل بین بردن. رسوندن. بله، و ما نمونه های این رو بسیار داریم در تاریخ جامعه باهایی. خانم ثابتان، در یک سری در واقع سرکوب هایی رو که انجام دادن، عده ای از باهاییان رو از بین بردن و خونه شون رو از بین بردن، به گورستان باهایی ها حمله کردن. این داستان از چه قرار بود؟ این به چه دلیل بود؟ والا به همونطور که عرض کردم، من دلیل کلی که برای همه اینها میبینم این بوده که دائما میخواستن باهایی ها رو تحت فشار بذارن که از ایمان و عقیده خودشون برگردن. بله. یعنی در همه موارد، روزی که خود بنده اون تقاضای پاسپورت رو پر میکردم، میگفتن شما ننویس باهایی و ما بهت به راحتی اجازه خروج میدیم.
تلفن های مکرر بود. حتی من یادم یکی از مواردی که ما یه صحبتی داشتیم با دوستان نخست وزیری به من میگفتن که مگه تو نمیگی که باید از دولت و از قانون اطاعت بکنی؟ خب دولت الان به تو داره میگه که ننویس باهایی، اعتقادت رو ننویس. و من البته جوابی که اونجا به اون دوست عزیز دادم این بود که خب من تا جایی از دولت و حکومت و قانون اطاعت میکنم که به باورها و انسانیتم صدمه نخوره. بزرگترین اصل و پایه انسانیت صداقته. اگر صداقت بین افراد نباشه، اطمینان نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین من اگر از الان بخوام شروع بکنم به دروغ گفتن و انسانیت خودم ببرم زیر سوال، دیگه اون پاسپورت یا هر چیز دیگه به تبع اون به دست من بیاد فاقد هر گونه ارزش و اعتبار هست و به ضرر خود من و به ضرر جامعه خواهد بود. مقصود من این هست که تمام فشارها بر این هست و بود که جامعه بهائیان از این که صادقانه باور و اعتقاد خودشون رو بیان بکنن ممنوع بشن. و همین، من پدر و مادرم هر دو حقوقاشون قطع شد، حقوقای بازنشستگیشون، و حکمایی که دارن زیرش نوشتن که ما به دلیل اذعان خود فرد به وابستگی به فرقه ضاله بهائی حقوقش قطع میشه. یعنی اگر که بارها هم به اونا گفتن شما بنویسید که نیستید، بهائی نیستید، ما حقوقتون رو قطع نمی‌کنیم. خانم ثابتان، این موضوع از نظر تاریخی بر نمیگرده به حکومت سابق. من یادمه که در دبیرستان البرز که تحصیل میکردم، حضیرت القدسی که خیابان حافظ اگر اشتباه نکنم بود و روبروی کلاسایی بود که ما کلاسای سیکل دوم دبیرستان بود، یک گنبد بسیار زیبای در واقع کاشی از اون کاشیکاری های بی نظیر ایرانی داشت که در زمان بختیار اگر اشتباه نکنم اینها رو تخریب کردن و بعد همون موقع هم یه سری مزایقی رو به وجود آورده بودن. اگر باز اشتباه نکنم فلسفی واعظ آشوب بسیاری رو به پا کرد در این زمینه. این برمیگرده به چه مسائلی حتی در اون زمان؟ آیا در این مورد توضیح دارید بدید به ما؟ بله، ببینید، در تاریخ 167 ساله آیین بهائی، خب ابتدا اصلا ظهور آیین بهائی و در ابتدا بابی و بعد آیین بهائی برخلاف تمام ادیان گذشته بر این هست که ما هیچ پیشرو، هیچ در واقع روحانی، پیشوا، کسی که در جلوی ما قرار بگیره و بقیه بخوان اون رو پیروی بکنن ندارن. تمام گردانندگی جامعه بهائی به شکل شورایی است، یعنی اون محافل که 9 نفر انتخاب میکنن برای هر محل و بعد برای هر کشور و بعد برای کل جامعه بهائی، شورایی است و محدود از نظر زمانی. یعنی هر محفلی هر سال باید تجدید انتخابات بشه. حالا خود این مسئله انتخابات به نظر من یک مسئله خیلی خیلی مهم هست که الان اینجا متاسفانه فرصتش نیست، ولی انتخابات بهائی یکی از دموکراتیک ترین نوع انتخاباتی هست که ما میتونیم واقعا الگو قرار بدیم. مثلا رأی دادن در جامعه بهائی کاملا باید سری باشه، حتی زن از رأی شوهرش نباید خبر داشته باشه، شوهر از رأی زنش نباید خبر داشته باشه. یعنی این در واقع اون آزادی رو به یک فرد میده که هر طور که میخواد بتونه انتخاب بکنه و هیچ فشاری، چه اجتماعی، چه درونی، چه خانوادگی روش نباشه. منظورم این هست که از ابتدا آیین بهائی یک اصل عمده داشته و اون تمرکز بر استقلال، انتخاب، اراده فردی و آزادی فرد بوده و هر اون چیزی که این استقلال فکری، روانی رو از فرد بگیره طبیعتاً کنار، سعی شده که کنار گذاشته بشه. به همین دلیل ما یک فرد در جامعه به عنوان پیشوا نداریم برخلاف ادیان گذشته. خب شما فکر کنید این آیین در یک جامعه ای ظاهر شد در اون دوران که اصلا اساس و مدار گردانندگی بر عهده روحانیون و در دست روحانیون بود، یعنی نفوذ زیاد اونها. بله جان،
نفوذ زیادی رو که داشتن به طور و خودی در نفوذ همه این. زیادی که داشتن، یعنی شما مثلا، من البته تخصصم تاریخ نیست، ولی شما میبینید مثلا در زمان ناصرالدین شاه بسیاری از تصمیم گیری ها بر اساس نفوذ علما بود بله و این همینطور ادامه داشت. خب شما تصور کنید در یک جامعه در زمان شاه هم همینطور بود، طبق صحبتی که خود شما به درستی عنوان کردید، آقای فلسفی وقتی رفتن در سال 1334 روی منبر و باهایان رو تقبیح کردن و مردم رو شوروندن بر علیه باهایان، منجر شد به خراب شدن گنبد مرکز باهایان یا اون حضرت القدس، یا حتی همین قتل اخیر آقای عطاءالله رضوانی بر اساس تحریکاتی بوده که امام جمعه بندرعباس به عمل آورده. یعنی شما میبینید یک جوانه ای در یک جامعه زده میشه با یک سیستم اداری جدید، با یک تفکر جدید که مبتنی هست بر آزادی و استقلال فکر، رأی و انتخاب انسان فرد، بدون اینکه لازم باشه از کسی دیگه پیش پیروی بکنه، دنبال روی بکنه، تقلید بکنه. خب مسلماً این با احتمالاً منافع اون جامعه که بر اساس تقلید و پیروی و مرجع تقلید هست منافات داره. این میتونه یکی از دلایل باشه و بسیاری بسیاری از چیزهای دیگه که در آیین بهائی اصولش ممکنه، مثل تساوی حقوق زن و مرد، خب با اصولی که ما الان در جامعه فعلی میبینیم شاید همخوانی کافی نداشته باشه. خانم شابتان، یه چند لحظه ما میریم به یک قطعه موسیقی گوش میدیم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. بینندگان گرامی با ما باشه. خب بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا، حسین حجازی هستم، گفتگو میکنم با سرکار خانم فرزانه ثابتان، در شمال کالیفرنیا هستند. من از لس آنجلس از طریق اسکایپ باشون صحبت میکنم. سوالات فراوانی همینطور که من باشون صحبت میکردم تو ذهنم شکل میگرفت. از جمله این چیزایی که به یادم آمد، موقعی که من در خدمت سربازی بودم و موقعی که در شیراز درس میخوندم، سربازی من در دشت گرگان بود و در یک شهر بسیار زیبا، شهرکش زیبایی به اسم مینودشت. عده‌ای یک مبارزه عجیب غریبی رو داشتن با هموطنان بهایی ما. یک عکسهایی از هموطنان بهایی رو روی اطلاعیه ها و شبنامه هایی میگذاشتن و این برونبر پخش میکردن و بعد داشت یواش یواش یک مباحثاتی صورت می گرفت در یک به اصطلاح میز گرد گونه یا مجامع گروهی که گروهایی که تشکیل می شد، هموطنان بهایی می آمدن و به سوالات هموطنان دیگرمون پاسخ می دادن و بالعکس. یعنی یه روند اینطوری شروع شده بود که شاید اگر ادامه پیدا می کرد امروز ما در جایگاه دیگری قرار می گرفتیم. خانم ثابتان، در مورد فعالیت هایی که هموطنان بهائی در خارج از کشور و در سراسر دنیا داشتند و من تا حدود خیلی به صورت خیلی محدود ازش آگاه هستم، یکی از بهترین و آموزنده ترین اقداماتی که شده این سمینارها و یا نشست هایی است که سالانه در چند نقطه دنیا صورت میگیره و فکر میکنم بزرگترین و مهمترینش همین نشستی است که یکی دو هفته پیش شاهد بودیم در شیکاگو، که چندین سال این نشست صورت میگیره و استقبالی که ازش شده و سخنرانان و صاحب نظران و نخبگانی که درش صحبت میکنن میان و شرکت میکنن، واقعا یک کار فرهنگی و اجتماعی هست که یک در واقع تفاوت هایی را هم داریم مشاهده میکنیم که راجع به اون تفاوت ها من نسبت به گذشته که راجع به اون تفاوت ها سوالم رو مطرح خواهم کرد خدمتتون، ولی میخواستم راجع به خصوص نشست این بار دو سه هفته گذشته شیکاگو نظرتون رو بخوام. چه نقشی خود شما و همفکراتون اونجا ایفا کردید و سخنرانان چه کسانی بودند؟ میدونم که دکتر نوریزاده ما بودند.
دکتر شاپور راسخ رو که من از سازمان برنامه خدمتشون ارادت دارم اونجا شرکت داشتن، چه صحبت زیبایی کردم و من در برنامه رادیوی خودم پرژن رادیو که معرف حضور بسیاری از شنوندگان بینندگان این برنامه هست در ایران و در اروپا، اونجا به عین صحبت‌های یک ساعت و چند دقیقه‌ای آقای دکتر راسخ رو از برنامه رادیو این پخش کردم و چقدر صحبت‌های متین و چقدر مسلط به سخن آقای دکتر راسخ این سخنرانی رو انجام دادن در سن 90 سالگی. درود به ایشون و براشون عمر طولانی تری رو آرزو میکنم. نظرتون رو راجع به این نکات میخواستم جویا بشم. ضمناً آخرین سوالم رو بعداً خدمتتون مطرح میکنم راجع به پیشنهادی که شده بود و آقای دکتر راسخ در جمع‌بندی جلسه آخر اشاره به اون کردن که باید ببینیم تا کجا اون پیش میره. من به گوش هستم. خواهش میکنم. همونطور که میدونید این کنفرانس های شیکاگو کنفرانس های در واقع فرهنگ و ادب ادب ایرانی هست که این دوره 23 سال این کنفرانس ها بود. این کنفرانس ها سالیانه برگزار میشه و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هدف اصلیش در واقع اطلاع فرهنگ ایران از طریق تبادل نظر بین متخصصین هست. حالا این متخصصین میتونن هنرمندا باشن، میتونن دانشمندان باشن و همه کسانی که به نوعی میتونن در فرهنگ ایرانی نقش داشته باشن. هر عاملی که بر فرهنگ یک جامعه مؤثر هست در این کنفرانس های شیکاگو مد نظر قرار خواهد گرفت. سخنران من متاسفانه امسال خودم خیلی دوران محدودی اونجا بودم، یعنی یک روز و نصف بیشتر در کنفرانس شرکت نداشتم و محروم بودم از شنیدن و بسیاری از سخنرانی ها، ولی از جمله سخنرانان دیگری که شرکت داشتن آقای دکتر رامین جهانبیگلو بودن، آقای دکتر پیام اخوان بودن، آقای دکتر بهروز ثابت بودن، آقای رضوان توکلی بودن و همونطور که فرمودید آقای نوریزاد بودن و بسیاری بسیاری از عزیزان نوریزاده. و صاحب نظران دیگه. منظورتون آقای دکتر نوریزاده است و آقای دکتر نوریالام بودن؟ بله آقای دکتر نوریالام بودن، خانومشون سرکار خانم شکوه میرزادگی تشریف داشتن، آقای سیامک دهقانپور از وایس آف امریکا شرکت داشتن و بسیاری از متخصصین و صاحب نظران دیگه که به هر حال واقعا مشارکت فرهنگی و علمی داشتن با تشکیل این سمینار. خود بنده هم به عنوان یه شاگرد، علاوه خصوص شاگرد خانم راسخ و جناب راسخ در این کنفرانس شرکت کردم. سهم بنده هم یک صحبتی بود در مورد نقش زنان در همبستگی و توسعه اجتماعی. نوارهای این موجود هست، چه آدیو چه ویدیوش قرار هست که تهیه بشه، همونطور که شما و دیگر رسانه ها اینها رو پخش کردن، ولی در مجموع اساساً یکی از باورهای عمده باهائیان این هست که چیزی که یک جامعه رو زنده نگه می‌داره و فعال نگه می‌داره و سالم نگه می‌داره فرهنگ سالم یک جامعه است. یعنی علارغم اون تهمت‌ها و افتراهایی که به باهائیان می‌زنن که قصد براندازی حکومت دارن، قصد جاسوسی دارن، قصد اقدام علیه امنیت کشور دارن و همه اینا، باهائی‌ها به هیچ کدوم از اینا باور ندارن. باهائیان معتقدن فرهنگ یک جامعه باید سالم باشه و سلامت یک جامعه، فرهنگ یک جامعه در گروی این هست که اون جامعه دانایی بیشتری داشته باشه، در گروه این هست که افراد اون جامعه آسایش و رفاه بیشتری داشته باشن، در گروه این هست که افراد اون جامعه بتونن با یک فرهنگ محبت آمیز، با فرهنگ مدارا و تسامح در کنار همدیگه زندگی بکنن. تمام تلاش باهائیان هم همین هست. باهائیان قرار نیست که همه دنیا رو باهائی بکنن، ما فقط میخوایم اون چیزی رو که داریم با دیگران قسمت کنیم. هر کی قبول کرد کرد، هر کی هم نکرد باز ما احترام میذاریم به عقیدش، به باورش و در کنارش به عنوان دو تا انسان خواهیم بود. من به هم اجازه بدید این بیان رو از حضرت بهاءالله دقیقا مشخصا بیان بکنم که میفرمان آنچه دارید بنمایید.
اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الا تعرض باطل. یعنی حتی در ارتباط فرد به فرد ما این اجازه رو نداریم که داشته باشیم. بنابراین وقتی این مجموعه رو ما میبینیم، میبینیم تمرکز فعالیت‌های بهایی روی فعالیت‌های فرهنگی خواهد بود. ما نه قصد داریم حکومتی رو بیاریم پایین، برای اینکه بالا اون چیزی که اون بالا قرار گرفته و گردانندگی جامعه رو به عهده داره پایین کشوندنش چیزی رو عوض میکنه نمیکنه، اگر که پی جامعه بنیاد جامعه سالم نباشه. و اگر هم بنیاد جامعه سالم باشه، باز اون گردانندگان چیزی رو نمیتونن تغییر بدن. این سمینارها و این کنفرانس ها که همونطور که گفتید یکی از قوی ترین کنفرانس ها کنفرانس های شیکاگو هست، به نظر بنده در همین راستا حرکت میکنه و عمل میکنه. خیلی متشکرم خانم ثابتان. موضوعی رو که در این سمینار و این کنفرانس مطرح شده بود از طرف چند نفر از شرکت کنندگان، از جمله دکتر نوری علا، و خب سوالی است که برای بسیاری از هموطنان ما مطرح، این هست که الان بسیاری از گروه ها، اشخاصی مثل خود من، با توجه به شناختی که از شخصیت هایی که واقعا در این به اصطلاح پیرو این دیانت هستند، داریم تلاش میکنیم که حقانیت کار اونها رو به گوش همگان برسانیم. جامعه سوالش این هست که در مقابل این کاری که داره، فعالیتی که میشه، که حق کشی رو که در مورد بهایی ها صورت میگیره، فشارهایی رو که روی اونها هست، یه عده دارن باش مبارزه میکنن، یه عده دارن همراهی میکنن برای رفع این مشکلاتی که وجود داره و کمک به دیانت جامعه بهایی. جامعه بهایی با اون شیوهی رو که داشته که عدم دخالت در سیاست بوده، در واقع خودش رو یا موظف ندونسته یا به دلیل همون شیوه نخواسته که توی این کار فعالیتی بکنه، و این گلمندی در واقع به صورتی هست که این باید دو جانبه باشه. و باید الان مثلا فرض بکنید که اگر جامعه بهایی در مورد حقوق بشر در ایران به طور کلی، فرق نمیکنه مسلمان، یهودی، مسیحی، عرض کنم که آسوری، خلاصه تمام زردشتی، تمام این کسایی که و بیشتر از همه خود مسلمانان الان در ایران در فشار هستند، بسیاری از هموطنان مسلمان ما که مثلا پیرو دین اسلام هستند، وقتی میگم مثلا یعنی پیرو دین اسلامی که شاید با این اسلامی که اینها دارن ترویج میکنن خانایی نداشته باشه، جواب چیست؟ و صحبتی رو که آقای دکتر راسخ کردن در پایان صحبتشون و به صورتی اشاره کردن که ممکنه از این پس در این شیوه یک تجدید نظری بشه که مسائل سیاسی هم مطرح بشه در این نشست ها و در به طور کلی در مورد در نشست که خیر به طور کلی جامعه بهایی بهش بپردازه. نمیدونم این سوال رو دوست دارید پاسخ بدید یا نه، و به طور کلی نظرتون راجع به اون چه که من گفتم چیست؟ حتما با کمال میل، اگر امیدوارم که بتونم پاسخ درستی بدم. ببینید، اساسا وقتی ما صحبت از عدم مداخله در امور سیاسی به عنوان یک اصل در جامعه بهایی میکنیم، این سیاست یک تعریف خاص خودش رو داره. یعنی مشخصا تعریف شده در جامعه بهایی که عدم مداخله در امور سیاسی به چند معناست. یکی این که ما هیچ پوزیشن و موقعیت و سمت سیاسی رو نگیریم، حداقل در دنیای فعلی. یعنی عدم جهتگیری. جان؟ عدم جهتگیری. عدم جهتگیری دقیقاً. دوم این که عضو هیچ عضویت هیچ حزب سیاسی رو هیچ باهایی نباید داشته باشه و پیروی نباید بکنه و یا در واقع دنبال روی از هیچ حزب سیاسی هم نباید داشته باشه. بنابراین شما وقتی که میبینید این عدم مداخله به این معنی نیست که جامعه و گردانندگی جامعه برای من مهم نیست. و یکی دیگه هم در تظاهرات و اعتصابات سیاسی ما نباید شرکت بکنیم. به طور اخص سیاسی عرض میکنم. ولی جامعه باهایی اتفاقا بسیاری از باهایی ها رشته علوم سیاسی میخونن. یعنی میخونن که بدونن در جامعه چی میگذره. اینجا تفاوت به نظر من فقط در روشی است که فرد
به عنوان یک عضو جامعه نسبت به تحولات جامعهش، نسبت به سلامت جامعهش داره. باهائیان با عدم با دخالت در سیاست به اون معنایی که عرض کردم خدمتون، معتقد نیستن که ما میتونیم چیزی رو در جامعه تغییر بدیم. این در واقع برمیگرده به اون صحبت قبلیم که عرض کردم، باهائیان معتقدن اگر قرار هست یک جامعه رشد بکنه، سالم بشه، بهتر بشه، اعتلا پیدا بکنه، در اون جامعه فرهنگش باید تغییر بکنه. یعنی شما تصور کنید اگر یک عده افرادی باشن که دانایی کامل رو نداشته باشن و حالا در اینا همه هم برن رأی بدن و به یک فردی رأی بدن که فرد صالحی نباشه، خب چه فایده‌ای داره؟ حالا یکی هم ما همه هم رأی ما هم درست و ما رأیمون هم قبول کردن و اکثریت هم رأی دادن، ولی اون فردی که اون بالا نشسته درایت و کفایت لازم رو نداره، شایستگی لازم رو نداره که جامعه رو بگردونه. جامعه باهایی یک حرکت آروم داره، نه بگیم بخواد چیزی رو به هم بریزه، میخواد همه چیز به شکل سازنده و سالم جلو بره. و اصلا عضویت در حزب سیاسی با باهائی بودن منافات داره، برای اینکه انسان دارای دو هویت متناقض میشه. در همین مسئله جانبداری که شما عنوان کردین، ما با همه افراد انسانی تا جایی که در چارچوب اصول و استانداردهای انسانی و انسانیت و حقوق بشر حرکت بکنن همراه هستیم و همگام هستیم و هر کاری از دستمون بر بیاد خواهیم کرد. از جمله همین کنفرانس شیکاگو و بسیاری از کنفرانس‌های دیگه که در نقاط مختلف دنیا هر سال تشکیل میشه. در انگلیس ما کنفرانس فرهنگ و ادب داریم، در نیوزیلند داریم، در آلمان داریم. یعنی این همه سمینارها و کنفرانس‌ها تشکیل میشه و این خودش یک عرصه‌ای رو فراهم میکنه برای تبادل نظر. همین که یک تریبون آماده میشه که دوستانی که باور باهائی ندارن بیان و صحبت بکنن و نظرشون رو بگن، این باعث میشه که افراد ذهنشون باز بشه و بدونن که ما گزینه‌های مختلف داریم برای انتخاب کردن. ببینید جامعه باهائی به این باور نیست که با داد و بیداد کردن، با جانبداری کردن، با نزاع و جدال و تعارض و تقابل میشه چیزی رو در یک جامعه یا یک فرهنگ یک جامعه درستش کرد. به همین دلیل سیاست تا اونجایی که شکل تقابل و مجادله و منازعه بگیره جامعه بهایی خودش رو کنار میکشه. و از همه اینا گذشته، من یا خاطرم هست یک سخنرانی صحبتی آقای عباس امانت داشتن در پرگار برنامه بی بی سی و ایشون خیلی راحت عنوان کردن، گفتن بابا یه جامعه نمیخواد پوزیشن سیاسی بگیره، نمیخواد عضو هیچ حزبی باشه. آیا این به معنی عدم فعالیت اون جامعه است؟ شما فقط کافیه برید یک تاریخچه از مدارس تربیت مرور بکنید، ببینید آقای احسان یارشاطر، آقای فرمان فرمایان، بسیاری از بزرگان، اولین رئیس حزب این اوپک در ایران از پرورده های اون مدارس تربیت بود که باهائی‌ها بنیادش گذاشتن. همین مؤسسه و مؤسسه علمی که ما در ایران داریم خدمتتون عرض میکنیم، آیا این چیزی نیست، فعالیتی نیست که جامعه باهائیان دارن میکنن؟ باهائی‌ها دارن جونشون رو کف دستشون میذارن، تمام باهائی‌ها، نه فقط جوانای باهائی، نه فقط اونهایی که یک اعتقادات خاصی دارن یا فعال هستن. شما بچه‌ای که ما از بچگی میگیم راست بگو و اگر قرار از تحصیل محرومت بکنن اشکال نداره، بشین تو خونه درس بخون، آیا فکر میکنید نقش این آدم، این بچه مؤثرتره در جامعه یا اون کسی که اسلحه دستش بگیره و بره ترور شخصیت‌های سیاسی و حکومت رو بکنه؟ کافیه که ما، یعنی اصل و مدار جامعه باهائی و روش آیین باهائی بر این هست که اگر قرار هست تغییری ایجاد بشه، این تغییر از خود من باید شروع بشه. این تغییر قرار نیست از دیگران شروع بشه. اگر من انسان خوبی باشم مطمئنن جامعه و دنیای خوبی هم خواهیم داشت، اگر من نباشم چیز تغییر نمی کنه. خب آیا من واقعا جایی برای این گله‌مندی نمی بینم که اگر کمکی کاری از دست ما بر اومده که در چارچوب جانبداری و منازعات سیاسی نبوده، جامعه باهائی همیشه آماده بوده و همیشه هم میخواد این کار رو
بکنه. من فرصتی نشد که توضیح بدم خدمتون، یکی از فعالیتهایی که در خارج از ایران دارم همکاری با بنیاد فرهنگی همزبان هست و این اون رو من بنیاد میخواستم بهش فقط بپردازم. کارش جان میخواستم به اون بپردازم ولی قبل از اینکه همین، نه فقط این رو میخوام به دلیل اینکه این مدرسه تربیت رو عرض کردم، یکی از تولیدات این بنیاد یک داکیومنتری است در مورد مدارس تربیت، یک فیلم مستند 2 ساعت است که به زودی انشاءالله منتشر خواهد شد، هنوز منتشر نشده، در مورد مدارس تربیت. و شما میبینید که یک کار فرهنگی وقتی اینطور بزرگ میشه، نه بزرگ بشه، نمایان میشه، بهش پرداخته میشه، به نظر من این یک فعالیتی است که میتونه الگو باشه برای بسیاری از مدارسی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن. تحولی که این در جامعه به وجود میاره به مراتب بیشتر هست از تحولی که ما بشینیم منازعات سیاسی به راه بندازیم، تعرض بکنیم که نقض میکنه فرهنگ تسامح رو، فرهنگ مدارا رو، فرهنگ انسانیت رو و اصول حقوق بشر رو، دموکراسی رو. دموکراسی یعنی که ما اجازه بدیم هر کسی عقیده خودش رو داشته باشه و به هر گونه ای که میخواد به جامعهش خدمت بکنه تا جایی که باعث صدمه نشه به اون جامعه. سوال من از دوستان عزیز این هست که جامعه باهایی چگونه صدمه زده به جامعه باهایی؟ آیا به جامعه ایرانی آیا صدمه ای زده؟ فقط نخواسته در سیاست به این معنای خاص دخالت بکنه، وگرنه در بسیاری از موارد اجازه انتخابات داریم، حتی قبلا این امکان نبود، به مصلحتش نبود، الان همینطور هست. منظورم اینه که خیلی ما فکر میکنم به جای این که بخوایم دیگران مثل ما فکر بکنن و مثل ما عمل بکنن و در چارچوب استانداردهای ما حرکت بکنن، بذاریم ببینیم کارشون چقدر درسته و در هر کسی هر جور که میخواد خدمت بکنه، هر کسی که هر جور که میخواد به جامعه کمک بکنه. حالا یکی دلش میخواد بره یه عضویت مقام سیاسی، سمت سیاسی بگیره، یکی دلش میخواد در حد یک معلم، در حد یک کارگر کارش رو درست انجام بده و احساس میکنه که اونطوری خدمت کردن به جامعه ثمرش شاید از نظر اون فرد بهتره. امیدوارم جواب سوال رو داده باشم. خیلی متشکرم. من فکر نمیکنم قصد این دوستان، ما حدود 3 تا 4 دقیقه دیگه وقت داریم، تو این فاصله من سعی میکنم کمتر صحبت بکنم و از شما بخوام که راجع به همین همزبان یه توضیح بدید بیشتر و در این فاصله این توضیح رو بدم که منظور من از این دوستان و منظوری که دوستان دارن این هست، یک نوع همدلی هست، لزوماً به قول شما در تظاهرات شرکت کردن، شعار دادن، جهت گرفتن و این گونه مسائل نیست. یک نوع فرض بفرمایید که الان وقتی که اتفاقاتی که در ایران میفته، یه عده میان و یک اطلاعیه میدن و امضا میذارن زیرش و این اطلاعیه خیلی چیز شسته رفته و پاکیزه و ضمناً کوبنده است که آگاهی میده و این همدلی از این گونه رو من نمیدونم آیا با محدودیت هایی که از نظر دیانت باهایی ممکنه در این زمینه ها باشه عملی هست یا نه. در این فاصله کوتاهی که داریم اگر راجع به این دو موضوع، اگر توضیح راجع به این موضوع دارید لطف بفرمایید، اگر نه بپردازیم به موضوع همزبان. نه به هیچ وجه محدودیتی نیست، اتفاقا جامعه باهایی خیلی خیلی تشویق میشن، افراد باهایی که با همه همکارا، من پیام هایی رو که از اون به اصطلاح شورای عالی جامعه باهایی در سال 2008 هست، 2009 هست، که چقدر باهاییان تشویق شدن به این که همدوشادوش هموطنان عزیزشون برای احقاق حقوقشون دفاع بکنن و میکنن. هم منتها عرض میکنم شاید این روش جامعه باهایی نیست که خیلی علنی، یعنی شما در تمام چیزهایی که میبینید، پیام هایی که میاد، در تمام تظلماتی که جامعه باهایی در مجامع بین المللی میکنه، تمرکزش فقط جامعه باهایی نیست. واقعیت اینه که جامعه ایرانی الان در شرایط فعلی یک جامعه است که از بسیاری از حقوقش محرومه و اگر ما این حقوق رو بخوایم بگیریم باید برای همه دفاع بکنیم و ما تا اونجایی که بنده میدونم و خودم رو باهایی میدونم، باهاییان باید در کنار تمام خواهران و برادران انسان خودشون، چه هموطن چه غیر هموطن، بیستن و تلاش بکنن برای حفظ حقوق انسانی و حقوق
بشری تا آخرین قطره خونشون. اگر اجازه بدید یک دقیقه اشاره فرصت بکنم هست به که بنیاد، راجب همزبان توضیح بدید. بله، بنیاد همزبان هم در واقع یکی دیگر از فعالیت هاییست که اتفاقا در همین راستا انجام میشه. یک بنیاد فرهنگی است با تمرکز روی 4 بخش: زمامداری، حقوق بشر، هویت ایرانی و خانواده. و این بنیاد در واقع یکی از اهداف اصلیش این است که شرایط رو فراهم بکنه برای گفتشنود، گفتمانها و تبادل نظر بین تمام افرادی که به فرهنگ ایرانی علاقمند هستند، تمام افرادی که دلشون به درد اومده برای محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرهنگ ایرانی و دغدغه‌شون این هست که فرهنگ ایرانی رشد بدن، متکامل بکنن و به سوی سلامت بیشتر ببرن. و ما وبسایتمون هست همزبان.org، به اونجا که بینندگان عزیز مراجعه بکنن میتونن فعالیت‌های سمینارهای مختلفی که داشتیم در زمینه‌های مختلف، برنامه‌های آدیویی، برنامه‌های ویدیویی و یک نشریه پژوهشی داریم که حدود بالغ بر 900 صفحه مقالات متفاوت در سطح آکادمیک در این نشریه مندرج هست، در موضوعات مختلف از مسئله جهانی شدن گرفته تا ادبیات ایران توی این مندرج هست. و این یکی از قدم‌های بسیار بسیار کوچیکی است که ماها میتونیم برداریم. من استدام بنیاد همزبان یک بنیاد باهایی نیست، یک بنیادی است که برای ایرانیانه، برای فرهنگ ایرانیانه و منتظر همکاری همه ایرانیان عزیز هست. خیلی متشکرم خانم ثابتان. من باید این توضیح رو بدم که سایت های دیگه هست به اسم همزبون، این با هم دیگه تفاوت داره. همزبان به همون صورت که تلفظ میشه اسپل میشه همزبان.org. بی نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم ما بتونیم از اطلاعات جامعه شما در آینده نزدیک باز هم استفاده بکنیم و از اقداماتی که انجام میشه، فعالیت هایی که جامعه انجام میده، ما رو مطلع بکنیم. من هم بی نهایت ممنونم از شما و از همه کادر فنی تلویزیون ایران فردا و برقرار کنندگان تلویزیون ایران فردا، به امید داشتن ایرانی پایدار و برقرار و مستقل و با امید اون روز. سالم. با امید اون روز. من هم از امیر عزیز تشکر میکنم. تا هفته آینده که در خدمتتون خواهم بود با برنامه دیگری و گفتگو با شخصیتی دیگر. روز و روزگار به شما خوش.